Bonjour, به کلاس زبان فرانسوی اون بگت سیلوپلی خوش اومدید. در این جلسه میخوایم در مورد یک فعل فقط حرف بزنیم، ولی یک فعلی که خیلی مهمه که فعل انجام دادنه که به فرانسوی میشه فر. اول از همه بیایم این فعل رو با هم صرف میکنیم، بعد بهتون تمام موقعیت هایی که فعل فر استفاده میشه رو براتون بگم. از صرف شدنش شروع کنیم. Faire. Je fais. Tu fais. Il fait. Elle fait. On fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font. چون این فعل خیلی مهمه، سعی کنید صرفش رو خوب یاد بگیرید. بریم سر اصل مطلب امروزمون که میخوایم ببینیم فعل فر تو چه جاهایی استفاده میشه. وقتی که میخوایم بگید یک ورزشی انجام میدید، فر دو سپار با فعل فر استفاده میشه. مثلا شنا کردن میشه فر دو لا ناتاسیون، فر دو تنیس. لی جدی جو فی du foot, faire de la course. اگر بخواین از یکی سوال کنید شغلش چیه، کارش چیه، میتونید ازش سوال کنید tu fais quoi dans la vie. Tu fais quoi dans la vie. Quelle est ta profession. Tu fais quoi dans la vie. بعد میتونه بگه je suis ingénieur, je suis salarié, je suis médecin, je suis étudiant, je suis retraité. جاباش میتونه اینا باشه. اگر تا الان از ویدیوم خوشتون اومده، لطفاً دکمه لایک رو بزنید. و اگر هنوز آبونه نشدید به این کانال، حتماً آبونم بشید تا بتونیم بیشتر با هم فرانسوی یاد بگیریم. یک کار دیگه هم که با فعل فر استفاده میشه موقعی که دارید خونتون رو جمع میکنید، میشه فر دو مناج. Je fais du ménage. یعنی این که من دارم خونم رو تمیز میکنم. فر دو لا ویسل، ظرف شستن. Mon père fait du ménage. Ma soeur fait de la poussière. Mais همه این le ménage s'utilise avec le verbe faire. Faire des courses, faire des magasins. Faire des courses یعنی خرید کردن، faire des magasins یعنی shopping رفتن بیرون، لباس خریدن و گشتن. Je fais des magasins, je fais du shopping. حتی لغت انگلیسی را هم با فر میارن. میشه Je fais du shopping. Tu fais quoi aujourd'hui? Je fais du shopping. اگر میخواییم به یکی بدید که یه موسیقی انجام میدید، یه موسیقی میزنید، میتونید بگید Je fais de la musique. با موسیقی هم با فر میاد. Je fais du piano. Je fais du violon. Je fais de la guitare. با فر میاد. میدونی همه اینا رو صرف میشه کرد، میشه tu fais du piano, je faisais du piano. هر جوری که فعلتون رو میخواین صرف کنید تو هر زمانی که هست مهم نیست، شما فقط فعلتون رو باید صرف کنید تو هر زمانی که هست، بعد لغت هایی که میخواین رو استفاده کنید، یا ورزشه یا موسیقی، هرچی. یه چیز دیگه هم هست، وقتی که دستتون و پاتون رو به یه جای میزنید درد میگیره، میتونید بگید je me suis fait mal. یعنی که من خودم این اتفاق رو برای خودم پیش آوردم. je me suis tapé la tête. je me suis fait mal. یعنی من سرم رو به یه جایی زدم، در... یعنی خودم رو درد آوردم. اگه بخوایم ترجمهش کنیم. یه جای دیگه هم که خیلی استفاده میشه فعل فر، وقتی میخوایم در مورد هوا حرف بزنیم، میخوایم بگیم هوا گرمه، بعد به فرانسوی بگیم il fait chaud, il fait froid, il fait nuit.
اگر میخواین ساعت ها رو به فرانسوی یاد بگیرید، براتون اینجا ویدیوی ساعت ها رو میذارم، برید حتما نگاه کنید. تا جلسه بعد، je vous dis, portez-vous bien, au revoir et n'oubliez pas une baguette, s'il vous plaît.